با سپاس از همکاران در بخش خبرهای داخلی، اینک توجه نمایید به چند خبر از جهان. هزاران تن از ساکنان روهینگیای میانمار به دنبال خشونت‌های اخیر در این کشور به بنگلادش ریختند. بخش مهاجرت سازمان ملل متحد می‌گوید از 25 ماه آگوست سال روان میلادی تون بیش از 123,000 تن از بهر کشتار مسلمانان از سوی بودایان مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند و به بنگلادش مهاجرت کنند. در همین حال نندرا مودی صدر اعظم هند امروز وارد میانمار گردید. در این سفر مودی با رئیس جمهور میانمار دیدار نمود. قرار است مودی با آن سان سوچی مشاور ارشد دولت میانمار نیز دیدار نماید. هدف از این سفر دو روزه صدر اعظم هند به میانمار صحبت روی خشونت ها میان مسلمانان و بودایان می باشد. هر چندین کشور جهان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در روسیه، بنگلادش و هند صورت گرفت. هزاران تن در مقابل سفارت میانمار در مسکو دست به تظاهرات زدند. معترضان کشتار مسلمانان را در روهینگیا را محکوم کرده و بر ضد میانمار شعار دادند. این در حالی است که در پی خشونت های مذهبی میان بودایان و اقلیت مسلمانان در میانمار چند روز گذشته بیش از 400 تن از مسلمانان کشته شدند. با این حال نیروهای امنیتی دو تن را در این اعتراضات دستگیر کردند. در پی آزمایش اخیر یک راکت هیدروژنی کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری دایر نمود. در این نشست آزمایش کره شمالی با انتقاد سخت اعضای این شورا قرار گرفت. نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی آزمایش راکت هیدروژنی کره شمالی را شدید محکوم نمودند. نیگی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت کره شمالی با این عملکردهایش به دنبال جنگ می باشد. او از شورای امنیت خواست تا اقدامات جدی را علیه کره شمالی روی دست گیرد. سفیر ژاپن در سازمان ملل گفت وضعیت سیاسی کره شمالی عواقب جدی را در پی خواهد داشت. با این حال سفیر چین در سازمان ملل گفت که جنگ در شبه جزیره کره پذیرفتنی نیست و اقدامات کره شمالی باید از راه های صلح آمیز حل گردد. و خبر اخیر هم، کردهای عراق امروز کمپاین هایشان را به خاطر برگزاری یک همه‌پرسی و خودمختاری مناطق کرد نشین در این کشور آغاز کردند. در این کمپاین ها صدها تن از کردهای عراق به جبهه ها ریختند و از راه اندازی این همه‌پرسی تجلیل کردند. قرار است همه‌پرسی مردم کرد نشین بهر استقلالت کردها در 25 ماه سپتامبر سال روان میلادی برگزار گردد. با این حال حیدرالعبادی صدر اعظم عراق این همه پرسی را خلاف قانون اساسی این کشور گفته است. در حال حاضر شهر کرکوک که بیشتر مردم این شهر را کردها و ترکمنها تشکیل می‌دهد، به لحاظ موقعیت استراتژیک و داشتن نفت مورد ادعای بغداد و کردها می‌باشد. بیننده های عزیز، این بود این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس. وقت بخیر. شب بر همگان خوش.